یک آقایی دیدم، آقایی که حالا نمیخوام نام ببرم، چیز مقایسه بکنم، آقای میرحسین موسوی و خاتمی خودشون رو با این دوره و خجالت بکشن. حالا تعبیرش این نبود، نه، وقتی مقایسه میکنیم خیلی احساس سرفرازی میکنیم و دلمون میسوزه برای این کشور. دو دو تا چهار تاست. اگر حالا یک کسی گفت که آقا در این مسیری که امین شهدا میخواستن، امام میخواست، قانون اساسی میخواد، اصلاح طلبی که ما میگیم میخواد، در این مسیر باید جامعه حرکت بکنه و تغییر بکنه، این آدم منحرفیه یا اتفاقا دفاع از ارزش ها و اسلام و انقلاب و ملت و حقوق ملت داره میکنه. و بدون تردید بهتون بگم هممون مسئولیم برای اینکه وضع به وضع مناسبی بیاد که متناسب با این کشوره. هر که هرچی میخواد بگه. البته مطلوب تر این بود که کسانی که الان امکان دارن سر قدرت هستن متوجه بشن که راه درستری هم وجود داره و اون راه رو طی بکنن. به صراحتشون بنده از ایشون نخواستم که حتما بیان، البته خوشحال شدم که اومدن توی صحنه. ایشون خودشون احساس کرد، میگه من قبلا ممکنه اختلاف نظرهایی با کسایی داشتم ولی احساس خطر نمی کردم، الان احساس خطر می کنم. چه شده که یه انسانی که رمز و نماد 10 سال اول انقلاب و 8 سال مقاومت ما هست و در اون سختی ها و رنج ها این مملکت را سکانش رو به دست گرفته و مورد حمایت امام هم بوده و الحمدلله حالا شاید جوانترها کمتر بشناسن، ولی خب شما و جوان هم هستید، خانواده های شهدا هم اونایی که سن و سالی دارن میدونن که آقای مهندس موسوی کجا بود، هم لابد جوانترها هم از پدر مادرشون شنیدن که در دوران مهندس موسوی بالاخره وقت چی بود. البته دوران عوض شده، حتما اگر آقای مهندس موسوی هم بیاد قطعا حالا گفتم اشارم کردن حتی هم همینجوره با 100% با اون معیارهایی که اون روز کشور اداره میشد امروز نمیشه کشور اداره بشه، جورای دیگری باید اداره بشه، تحولات ایجاد شد، ولی اون ارزش ها و جهتگیری هایی که وجود داشت همون جهتگیری ها ارزشمنده. درد مردم محروم و مستضعف رو داشتن، برای ارزش ها شهدا خانواده های شهدا احترام و ارج قائل بودن، برای استقلال کشور و حالا اگه بخوام ساده زیستی هم بگیم، آقا مطمئن باشید که اگر 3 نفر 5 نفر ساده زیست رو توی ایران معین کنید که ریا و تزویرم نکنه، یکیش آقای مهندس موسوی است. عدالت هم قبول داره، آزادی هم قبول داره، البته آزادی به همون معیارهایی که بنده عرض کردم. آقای مهندس موسوی هم احساس خطر میکنه و میگه من که همیشه کنار بودم اومدم توی عرصه که آقا اگه کمکی میتونم بکنم. و منم به صراحت بگم، حتی ممکنه من با آقای مهندس موسوی بعضی اختلاف نظرام داشته باشم، به دلایل مختلف ترجیح میدادم و میدم که آقای مهندس موسوی بیاد. من برای خودم تعریف کردم مسائلی رو و نیز احساس میکنم که تنگ نظری ها و مشکلاتی وجود داره که در مقابل من زیادتر خواهد بود و شاید توفیق بنده در این که خواستی که مردم دارن به انجام بدم با هزینه بیشتری خواهد شد. آقای مهندس موسوی با هزینه کمتری من فکر میکنم که میتونه حداقلش این وضع تغییر میکنه، جهتگیری هم درست میشه.